بسم الله الرحمن الرحيم. بیاد از سنگری ایمان سرودی لا تخف میخوان، بود اسلام جاویدان نهای بخش هر انسان. زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد، بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. باب الدين يسر پیدا شد بخانه همراه ما. باب الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنفيه السمحه الحنيفيه السمحه. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال اخبرنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب در بيان إنك دين آسان است. طبال إمام بخاري رحمة الله عليه شعبات دینی را بیان کرده که در دین و در ایمان چی شعبه هاست و خصایل و ویژگی های ایمان چی چیز هاست، ایره امام بخاری رحمه الله تعالی بیان کرد. عالم فرمای امی دینی را که شعباتش بیان کردیم، این دین خیلی آسان است. این دین بر مبنای یسر و آسانی گذاشته شده، برخلاف انظار عموم مردم. فکر مردمی است که ولا دین خیلی سخت است. برادرها میگه شریعت خیلی سخت گفتن. کی میتونه که شریعت سر خود عملی کنه؟ و این یک ترفند شیطان است. شیطان میخواد به واسطه از این مردم ها را چنان اغفال کنه و چنان مردم ها را به گمراهی سوق بده که بگوید که همین دین ولا هیچ قابل تطبیق نیست، بسیار سخت است. و همچنان دشمنان امام آگاهانه یک سلسله اصطلاحات را در بین مردم رایج ساخته تا که مردم را به بیدینی و در انتها به ضعف دینی و بالاخره به بیدینی مردم را سوق بده و راه حل مردم برای خود یک عذر هم داشته باشن، راه حل هم برای خود داشته باشه. میگه بیادر شریعت بسیار سخت گفته و شریعت خیلی سخت است. شریعت که بیادر کی دی وقت میتونه که شریعت سر خود تطبیق کنه؟ کجا هستن اون مردم های نیک؟ کجا هستن که وا شریعت سر خود تطبیق کنه؟ در حالی که الله میگه که دین آسان است. الله قسم یاد میکنه ولقد یسرنا القرآن للذکر، قسم است که ما آسان ساختیم قرآن را برای یاد گرفتن. فهل من مدکر، آیا پند پذیری است که را بپذیره؟ و ایجا هم پیغمبر علیه السلام وقتی که منظر دینی را بیان میکنه میگه که دین بر مبنای یسر و آسانی است. یک چیزی که مردم میگن غلط میگن، مردم اشتباه میکنن، میگن مردم که دین سخت است و کس در دین نمیتونه که دین سر خود عملی کنه و تطبیق کنه. این گپ خیلی گپ اشتباه است و شریعت این گپ تایید نمیکنه و این گپ منشأ از این میگیره که راه برای فرار مردم آماده میشه. یعنی مردم به خاطر فرار خود از دین، این تو یک مصطلح شیطان در بین مردم انداخته و دشمنای ما هم این اصطلاح را خیلی همینطور رایج ساخته تا اکثر مردم آسان شو. بیادر میگه دین سخت است، وقتی که سخت است بیاد که عملی نمیشه، هیچ کس عملی کردن نمیتونه، تو هم از جمله کسانی هستی هیچ کس. اگر امیالی
او گناهایی که 10 سال پیش یا 15-20 سال پیش تقریبا، گناهایی که امروز اکثر مردم دو آغشته هستند، 20 سال پیش به یک کس میگفتی، امروز بالاتر از 70 مردم در 100 در معاملات سودی غرق هستند. تو 20 سال پیش مثلا سالای 74-73 یک کسی را سودخور میگفتی، موهای بدنش بلند میشد که من قدر هجرت کردم، من قدر جهاد کردم، من قدر تکلیف کشیدم، آخر سودخور، آخر آخرتم خراب. حالا ببین که همو جهادگرم سود در معاملات سودی غرق است، پیساش در کجاست؟ پیسای همی همی ها در کجاست؟ همی که جهاد کردم پیسایش در بانک های سودی است و در معامله سودی. یعنی گناه ها آهسته آهسته تعمیم میافه و ای از عدم توجه ماست که اگر ما به کوچکترین گناه توجه میکردیم، بزرگترین گناه ها را امروز جلوگیری میکردیم. اینم قسم دین را برای ما سخت معرفی میکنن و در اذهان ما سخت جلوه میتن که دین خیلی سخت است و هیچ کسی دین بدر ایره تطبیق کردن نمیتونه، ایره عملی کردن نمیتونه. کجا هستن اون صالح های خدا و بندای نیک خدا لی نیست؟ ولی این قسم نشان میده که همین دین یک پروسه گذشته و قدیمی و فرسوده بود، برای آلی یک چیز آپدیت و تازه نیست. در حالی که چنین نیست، دین یک پروسه هر دقیقه آپدیت است، هر دقیقه تازه است و هر دقیقه بهروز شده است. تا هیچ چیز در دین نیست که کهنه شده باشه. هیچ حکم از احکام دینی را ما نداریم که به شرایط امروز اون سازگاری نداشته باشه و به شرایط امروز او قابلیت تطابق را نداشته باشه. از او خاطر امام بخاری رحمت الله علیه بهترین باب را گذاشته که الدین یسر، دین آسان است، برخلاف انظار عموم مردم که اشتباه میکنه دین را سخت و غلیظ و مشکل جلوه میده. این دینی که الله رب العزت نازل کرده، فرو فرستاده است و پیغمبر او را بر مردم تبلیغ و بیان کرده است، بر مردم او را تشریع و شریعت و قانون ساخته است، این دین خیلی آسان است، بر مبنای یسر است. الدین یسر، دین آسان است. ولن یوشا قال نبی صلی الله علیه وسلم، ای امام بخاری میگه یک دین یسر، دین که از خیلی آسان است، ایسر است، خیلی آسان است، هیچ سختی در دین وجود نداره. الله متعال این دین را به قدر سهل و آسان ساخته که هیچ چیز را بر پیروانش فرض نگردانیده که از توانش برآمده نتانه و از هیچ چیز ایشان را منع نکرده که ایشان در منع از او توان نداشته باشه و هیچ چیز بر پیروانش فرض نگردانیده مگر که در او حکمت و فضل و فضیلت و خوبی های نهفته است و از هیچ چیز پیروانش را منع نکرده مگر که در او بدی موجود بوده. این چیزی که ما میگیم ایره بیخی با چلنج برتان میگیم که در دین شما کوچکترین چیز را پیدا نمیکنین که حکم شده باشه و پیروان دین نتان از عهده از او برایه. هیچ حکم در شریعت نیست که از توانت بلند باشه و سر تو فرض باشه، هیچ حکمی. نماز بعضی اوقات سر آدم سختی میکنه، مریض میشه آدم، شریعت میگه به ششتکایی بخوان، بیخی سختی میکنه ششتا هم نمیتونی، خواکایی بخوان، بیخی ششتا میکنه سر تام شور دادن میتونی، خالی اگه اشاره کن، بیخی سختی میکنه که هیچ اندامت شور نمیخوره. شاید تو یک مرض باشه که هیچ اندام، شریعت میگه هیچ نماز سر تو نیست، هیچ نماز با سر تو نیست. روزه بعضی اوقات سختی میکنه سر آدم، خیلی انسان ناتوان میشه به گرفتن روزه، شریعت میگه بخون، آدم چنان تشنه میشه که نزدیک به هلاکت و مرگ میشه، شریعت میگه روزه رو بخو، اما حالتی که نزدیک به هلاکت است بخو، او بخو، نه خدا هلاک نکن. حج سختی میکنه سر انسان، یک نفر لنگ است، نه حج برش مشکل است، الله میگه نرو، فرض نیست سرت، اگر رفتی ثواب میبری، اجر میبری، ولی نیست سرت. جهاد سر یک آدم سختی میکنه، شریعت میگه نرو که سختی میکنه. ولیس علیکم فی الدین من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين هیچ نوع مشقت را الله نیافریده در دین، هیچ نوع مشقت نیست. یک فرمول عام است، یک قاعده عام است، هرگاه یک چیز سر انسان مشقت میشه او حکم مرفوع میشه. تا مادامی که مشقت نشده حکم سرت فرض است، وقتی که با مشقت رسید حکم مرفوع است. الله میگه که مشقت در دین نیست. ایرا امام بخاری میخواد که امین مفهوم بیان کنه و امی پیغمبر علیه صلی و سلام برش وحی شده بود، میدانست که یک روز مردماش تشدد میکنه، سختی میکنه و این سختی سبب فرار دیگر از دین میشه. الله میگه که دین آسان است، یسر داره و هر کسی که در این یسر و در این سختی سر مردم سختی میاره، الله رب العزت او را مغلوب قرار میده، تاوان میکنه. یعنی مبنای دین بر یسر است.
مبنای دین بر آسانی است. قال النبی صلی الله علیه و سلم، نبی علیه الصلاه و السلام می فرماید احب الدین الى الله الحنیفیت السمحه، نزدیکترین دین به نزد الله حنیفیت است. محبوبترین دین، حبیبترین دین، دوست داشتترین دین به نزد الله الحنیف. ما ادیان دیگری هم داریم، ادیان دیگری هم داریم که الله او را دوست ندارن، به نام دین میچرن، به نام الله میچرن، خو الله او را دوست ندارن. یهودیت است، دین ابراهیم تغییر دادن، نامش یهودیت ماندن برش. دین موسی علیه السلام که دین ابراهیمی بود، ایرا تغییر دادن، نامش یهودیت ماندن. دین سیدنا عیسی علیه السلام که حنفیت بود، دین ابراهیمی بود، او را تغییر دادن، نامش نصرانیت گذاشتن. اینا و دین الله دوست ندارن، ولو که به نام الله میچلن، شعرشان الله است، لات و عزا و منات یاد نمیکنن، الله را یاد میکنن، منتها به نام خودشان که هر نام سرش میمانن، اونا گارد میگن برش به اصطلاح انگلیسیشان. یادم وقت هم هر یک نام برشان داشتن، حتما کدام نام داشتن برش، به اون لهجه زبان عبری و سوری و به می زبان های یاد میکردن خدای خود را، به هر نامی که سرش نام میماندن. الله میگه او دینم دوست ندارم، او دین دوین دوست داشتنی نیست. چرا؟ ان دین عند الله الاسلام، دین منحصر، دین مرضی و دین پسندیده به نزد الله دین اسلام است. احب الدین الى الله الحنفیت السمحه، محبوب ترین دین به نزد الله، نبی علیه السلام میگه دین ابراهیمی است، حنیفیت است که از باطل روی گردان و به سوی حق متمایل است، و سمحه خیلی آسان است. سمحه اصلا آسانی توأم با بزرگواری را میگه. یک آسانی است، برو ما کار کن، توهین میکنی آسانی هم برش میتی، ای هم یک آسانی است، برو ما برو گم شو. ما یک بخوایم یک شاگرد را نقل گیر کنیم، باز پارچه شو میگیم، سختی میگیم، باز دل ما بسوزه، خب محترمانه پارچه را نمیده، ما برو گم شو اونجا، بشی او یک جای بدل خود میشانه، جایی که غیر محترمانه باشن، بشی اونجا. ای هم سهولت است، آسانی است، ولی سمحت نی، بزرگواری نداره. یکی است که بفهم که یک شاگرد بسیار آدم خوب و چی است، بازو رو بزرگ فلانی جان به این طرف بفرمایید، برای از بفرمایید، میگم برای از گم شو میگم، هر دویش یه سر است. این آسانی شد برای ازم. الله میگه که الحنفیت و سمحت و حنفیت، درس حنفیت، درس مبنا بر تمایل از شرک به سوی ایمان، ترک شرک و مایل به سوی ایمان، ترک روی گشتان از غیر الله، روی به سوی ایمان، این را حنفیت میگه. از شرک مایل باشه و به سوی اسلام راغب باشه، به سوی ایمان و اسلام راغب و از شرک روی بگردانه، این را حنفیت میگه که هیچ اصلا رغبت شرک نداشته باشه، هیچ اصلا نفرت از شرک و از غیر ایمان داشته باشه، این را حنفیت میگه. این دین از سمحتو خیلی آسان و بزرگوارانه است. سمحه اصلا سماحت بزرگواری را میگن، و سمحه به معنای آسانی که توأم با بزرگواری باشه، هم عزتمندی داره، هم بزرگواری داره، هم آسانی داره. این دین بر مبنای آسانی و بزرگواری است، هم آسان است و هم معززانه است، بزرگوارانه است. از خاطر حنفیت میگه برایش. اما ادیان دیگر، او ادیان مرضی الله نیستن. یهودیت چرا؟ این دین نشنالیستی است، نسبت ازی به سوی یک شخص است، به سوی یهودا ابن یعقوب. یهودا ابن یعقوب یکی از پدرای یهود بود، از اولادای یعقوب علیه السلام. دین به سوی شخص منسوب است. میبینید شما یهودا ابن یعقوب، این دین به سوی نسبت به سوی شخص است، این دین مملو از نشنالیستی است، این دین اسلام نیست. دین موسی علیه السلام یهودیت نبود، دین موسی علیه السلام اسلام بود. پسانی آمدن بر خود نام نشنالیستی، نام قومگرایی، نام تعصب و تحزب را بر خود انتخاب کردن. گفتن ما به نسبت ما به سوی یهود هستیم، به خاطر که پدر ما یهودا بن یعقوب نام داشت. بالمقابل نصارا هم آمدن نام نشنالیستی بر خود انتخاب کردن، نام قومی و جغرافیایی. نسبتشان به سوی ناصریه، اما قریه که عیسی علیه السلام دو زاده شده است، قریه ناصریه در قضیه که بالا یک تپه واقع است و یک تپه ربوه بلند است،
اوجا جای سرسبز بود، درخت های خرما بود، مونتا مردم در اوجا زندگی نمی کردن. از مردم گوشه بود یک باغ در سر باغ خرما در سر تپه بود. وقتی که مریم سلام الله علیها، مریم مثل دیگرها واری چی نکردن که تو نو ما بارداری کنه ای کنه ای کنه، دفتن کل کارش در خلال 2 الی 3 روز تمام شده است، از بارداری شروع تا به وضع حمل، برخلاف زنای دیگه که در ظرف 9 ماه باردار میشن و بالاخره با زحمت زایمان ولادت را میکشن و به این شکل و زحمت تحمل حمل میکشن. این کار مریم نکرده، مریم را چون معجزه بوده، الله رب العزت خواسته بود بدون پدر دفتن، و الله رب العزت که بدون پدر خلق کنه و ضرورت به این نداره که یک مراحل جنینی که طبق تعامل سنت عادی خلقت است او قسم الله ضرورت به او نداره، ما بشر هستیم ضرورت داریم، ما یکی از پدر و مادر بر روال عادی بشری پیدا شدیم، ما ضرورت داریم که همون مراحل از نطفه شروع تا به وضع حمله بپیماییم، اما اونا ضرورت نداشتن، الله رب العزت کار کرده بود. مریم سلام الله علیها که وقتی آمد امو چی آمد مخاد یا امو درد ولادت سرش آمد، ایران من که یا الله ای چی است، الله رب العزت برش وحی میکنه، الهام میکنه که برو به طرف درخت، زیر درخت برو، ایده قلبش میفته، خواه الهام میشه، الهام یک رابطی است که الله با بنده های خود میداشته باشه، با بنده های صالح الهام جذب میکنه، بنده های غیر صالح جذب نمیکنه، ای میره به طرف فجاه المخاض الى جزع النخله، آمد درد ولادت به بیخ یک درخت رفت و در قلبش الهام شد که برو بیخ درخت، خطبا درد که به آدم به طرف یک سایه و اینا میره و حالت شدت گرمی هم میباشه و خیلی گرمی شدید بود، گرمی شدید بود که مریم سلام الله علیها وضع حمل کرد، خرما پخته شده بود، خرما که پخته میشه در ماه جولای پخته میشه، اگست پخته میشه، این در این ماهایی که امیالی است به اصطلاح ما شما اسد و سنبله، خرما در اینی وقت پخته میشه. الله متعال جل جلاله بر مریم سلام الله علیها که وقت وضع حمل آمد، ماه شدید گرمای شدید بود، خرما پخته شده بود، الله برش وحی کرد که برو زیر درخت شور بده درخت خرما را که بر تو خرمای تازه بریزه، عمو بود که عمو کار کردن و بالاخره مریم سلام الله علیها جبریل برش آمد و جبریل بالاخره مسئله یک بشر شد و گفت مرا دست نزن، گفت ما رسول پی خداستم، امی کل عزیز، یعنی ظرفی بسیار مدت کم بود، از این آیاتی تو معلوم میشد که مدت عمو ما 3 روز گفتم، شاید از آیات دگام زودتر معلوم میشد که از آیات بسیار مدت کم، به خاطر که جبریل برش میاد، جبریل برش میگه که ما به شکل یک بشر میام و بشر برش میگه که ما رسول الله هستم، گفت بر من نزدیک نشو اگر تو از الله میترسی، و بر جبریل فتمثل لها بشرا سویا، مثل یک انسان منظم انسان برش آمد، گفت که چی هست، چرا بر من نزدیک نشو که ان کنت تقیا، بر من نزدیک نشو اگر تو از الله میترسی بر من نزدیک نشو. جبریل گفت که انی رسول ربک، ما پیغمبر پروردگارت هستم، چون فرشته جبریل پیغمبر الهی است، از جمله پیغمبرای فرشته هاست و فرستاده الله هستم به سوی تو، و چی میخوایی گفت تو از ما، گفت تو میخوایی که باردار شوی، گفت ما خواهی هیچ اولاد نکردیم، هیچ بشر بر من دست نزدم، ما چطور میتونم، گفت پروردگار این فیصله را کرده. امیجا بود که عیسی علیه السلام در امیجا تولد شد، این منطقه را به نام ناصریه، بعدا در ایجا مردم ها رفتن، امی راهبا راهبا رفتن، امی مردم هایی که متقیا بودن، پرهیزگارا و پیرای گوشنشین و انزواگیرای بودن، که و کارشان امی بود که می رفتن به طرف رهبانیت، یا که دیدن گفت ای را تبرکن انتخاب کردن، امی قریه که سیدت مریم سلام الله علیها و سیدنا عیسی علیه السلام ولادت یافته و مادرش در اوج بود و باش کرده، ای را تبرکن ای قریه را انتخاب کردن، برای خودش جای بود و باش، جای عبادت انتخاب کردن، بعدها به مرور زمان اوج جای معیشت هم شد، زندگی شد، بالاخره او یک قریه بسیار آباد، و فعلا هم قریه از جمله قریه های بسیار آباد در فلسطین است، در فلسطین یک قریه بسیار آباد و سرسبز است به نام قریه ناصریه، به نام اشیا به نام حبرون یادش میکنه، صهیونستا، صهیونستا بنی اسرائیل به نام او را به نام حبرون یاد میکنه، این منطقه ای که سیدت عیسی علیه السلام در اوجا سیدت مریم سلام الله علیها ولادت کرد و سیدنا عیسی علیه السلام تولد شد. بعدن یا آمدن نام دین خود را به نام نصارا گذاشتن،
یعنی نصرانی و نصارا نسبت به سوی قریه است. پس معلوم میشه این نام هم نام نشنالیستی است، نام جغرافیایی است، یعنی فرا جغرافیا نیست، به یک جغرافی خاص مربوط است، فرا جهانی نیست. اما از ما دین ما هیچگاه مکی نیست، مدنی نیست، درست است؟ دین ما محمدی نیست، فوق دین ما دین اسلام است که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر عزیز بوده، صاحب و مالک دین نبوده، مالک دین الله رب العزت است. یک موضوع دیگه هم که اینجا ضرور است بگویم، همین موضوعی که کریسمس را اینا تجلیل میکنن، کریسمس در کدام تاریخ؟ 25 بگویم سپتامبر، دسامبر، 25 دسامبر میایه ماه حوت ما، شما ماه حوت. در ماه حوت در کل دنیا خرما پخته نمیشه، در کل دنیا گرمترین نقطه دنیا را اگر فکر کنی و سردترین نقطه دنیا را، در هیچ جای در ماه حوت چی پخته نمیشه. پس دروغ است که عیسی علیه السلام در کریسمس پیدا شده در دسامبر، به خاطر اینکه دسامبر ماه حوت است. ماه حوت در کل دنیا خرما نیست، خرمای تازه، خرمای تازه در کل دنیا در هیچ درخت نمیباشه. خرما در چه وقت پخته میشه؟ در جولای اگست، در این دو ماه وقت پختگی خرما است. یعنی خرما تقریبا هم وزن انگور ما و شماست. همین انگورا در منطقه گرمسیر که انگور میرسه، خرما مون ما هم میرسه. در ماه دسامبر هرگز چی نیست، در جون جولای، از جون شروع میشه پختگی خرما تا آخر اگست دوام میکنه، مثل انگور ما و شما که از ماه اسد شروع میشه تا آخر میزانه دوام میکنه پختگیش، همی تو با طبق مناطق خرما می نمیشه. پس همی چی از کجا آمد؟ کرسمس از کجا برآمد؟ و قرآن عزیزشان میگه که کرسمس در وقت باید بوده باشه، همی تولد عیسی علیه السلام که اوجا چی بوده باشه؟ اوجا خرمای تازه. چرا الله در قرآن میگه و الله دروغ نمیگه، و هزی الیک بجزع النخل تساقط علیک رطبا جنیا، شور بت میگه درختی که خرمای تازه بریزه برد، رطب خرمای تازه رو میگه، جنیه تازه تازه خرما بخور. و زن باید در وقت ولادت زیاد خرما بخوره، برای خانواده هایتان تعلیم بدین که در وقت ضرورت های زایمان خرما زیاد بخوره، بسیار مفید هم است، جلوگیری از خونریزی بیشتر هم میکنه و ولادت آسان میسازه. میگه خرما خرمای تازه بخور، رطب جنیه. و رطب جنیه در ماه چی نیست؟ در ماه سپتامبر هم نیست، در جنوری هم نیست، در فبروری هم نیست، در مارچ هم نیست، در اپریل هم نیست. 5 ماه بعد از خرما پخته میشه و هیچ سند ندارن اینایی که میگن کریسمس در ماه چی، حتی در کتابای خودشان سند ندارن، چون عمیق قضیه در کتابای خودشان هم آمده که مریم سلام الله علیها زیر درخت خرما رفت و درخت شور داد و خرما ریخت. پرسانش که خرما دمی قریه ناصریه تو برو، خرما تازه در کجا پیدا میشه؟ و قرآن امشان خرما را تازه گفته که خرمای تازه که وقت پخته باشه، خرمای خشک در کل سال است. میگه تساقط علیک رطبا جنیا، خرمای تازه سرد میده. خب به هر صورت پس دین اسلام دین حنیفیت است، حنیفیت است، دین نه دین منطقوی است، نه دین لسانی است، نه دین فردی است. دین یهودیت دین است نسبت به سوی یک فرد میشه، یهودا بن یعقوب. دین نصرانیت نسبت به سوی یک فرد میشه، دین بودایت نسبت به سوی یک فرد است، دین زرتشت به سوی یک فرد است، نه زرتشت، زردشت، شما که دشت میگو تیز به زرتشت است اصلش، باز مشهور شده در کتابای افغانستان زردشت نوشتهش میکنن، او اصلا زرتشت است. زرتشت دین از او یک فرد بوده. خب دیگه به این شکل نشان بدین دیگه، شمنی نسبت به سوی یک فرد است، براهیمی نسبت به سوی یک فرد است، دین سیک نسبت به سوی بابا نانک فرد است، درست است، برام امو که بابا گروم که اینا برش میگن، نسبت به سوی یک فرد است. دین نصرانیت نسبت به دین هنود نسبت به سوی یک فرد است، سای بابا که اینا برش میگن. در مجموع ادیان غیر از اسلام نسبت های فردی داره، نسبت نسبتی است. اما اسلام به کی نسبت داده میشه بگوین؟ اسلم فتسلم، به سوی الله تسلیم میشیم، ما به الله تسلیم هستیم، به غیر الله به هیچ کس تسلیم نیستیم. از او خاطر دین ما دین، حتی دین محمدی ما نمیتونیم گفته که دین، درست است شریعت ما محمدی است ولی دین ما اسلام است، شریعت ما شریعت است که به واسطه محمد رسول الله است، و اسلام دین مشترک میان ما، ابراهیم، موسی و عیسی و تمام پیغمبران الهی، فصل الله ما علیهم و علی آلهم و اصحابهم. دین ما دین جهانی است، فراملتی است،
فرامیلیتیز به ملت انسانی و اسلامی برمیگرده. الله می فرمایا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که سمحه، سمحه را فهمیدین؟ دینی که مملو از بزرگواری است، این بزرگواری داره دین. ان شاء الله که الف خوب فهمیده باشین. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال اخبرنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابي هريره صاحب از نبي عليه السلام روایت میکنه، قال می فرمای ابي هريره ان الدين يسر، يقينا رسول الله می فرمای ان الدين يسر، يقينا دين آسان است، دین آسان است. مردم اشتباه میکنن، غلط میکنن که میگن که دین سخت است، دین آسان است. مردم شنیده شما نه که میگه مردم والا صاحب شریعت بسیار سخت گفته، دین بسیار سخت گفت. نه، این غلط است، آسان گفته دین. اینا به خاطر این گپ میزنن مردم که بخوان خود را از دین منصرف و منحرف بسازن، از دین فرار کنن، این گپ میزنن. این نام نام فراری است، این نام سختی نام فرار از دین است. والا خود سخت است، چیز سخت به زور تطبیق نمیشه دیگه. بودست چیز سخت مکلف هم نیستی، او باید در کی تطبیق کرده دمی سور دمی وقت، دمی وقت کی تطبیق کرده، دمی وقت میگه او باید در سر کی تطبیق میکنی. امی در حکومت طالبا کل گریش داشت، نمی خودم کابل و نمی کابل و مزار و اینجا بودیم، در یک مدتش پاکستان بودیم. امی هر یعنی در پاکستان که ما میرفتم، چون خانه ما پاکستان، ما خودم در اینجا بودم، باز خانه میرفتم سه ماه بعد چهار ماه بعد اگه خانه میرفتم، امیریشکلا که میدیم این پاکستان یک نوع نفرت داشتم از پیش، باور کنین. آلی اونمون نفرت عادی شده برام، آلی وی سرکارم کده نفرت کده ریزار، یعنی باور کنین خشای مریشکل خانه محمده بود، عید بود، من نرفتم دماندن باشی نکدن، گفتم ریشکل است کلی چیش تخم واره است، گفتم رویش تخم واره است. آلی چون گناه عام شده از برام عادی معلوم میشه، گناه عام شده عادی معلوم میشه. اونموز که یک کس در خانه امو آدم گودار گاو نگاه کرده بود، یک عروس از بیرون آمده، هر روز خانه را جارو کاو پاشه و جارو کاو پاشه که بوی گم شود، هر روز می چ خانه بوی گین است که بوی گم نمیشه. یک دو ماه یک ماه که تیر شد، کم کم این خانه را روزانه جارو میکرد، دیگر روز به خوشویش میگه خوشوی میگه، دیدی که خانه چطور پاهم بوی گم شد، این بوی گفت گم شد. شما گفت چتل پتل نگاه میکردین، گفت دخترم بوی گم نشده، بوی امو از دماغ تو که شهادت کرده. راستی هم بوی گم نمیشه، خانه که گاو نگاه کنه خب بوی میشه، بوی گاو میباشه دیگه. ای ما دماغ ما که گناه عادت کرده، آلی واکنش نشان نمیده، یک وقت بسیار واکنش نشان میدادیم. لمی وقت هجرت مثلا واجی صاحب کلاس عمرشان زیاد است، امی انسانی که کمک ریشه کل و کم و یک پا میکد، مردم او را فاسق گفته، هیچ کس کتشن دیوالی نمیکد. برو یه آدم ریش کل آدم است میگه، یک آدم اگه نه پشاور میگن تا ریشه را کم و کل میکردن، کل خوب بسیار کم میکردن، خب اکثرا کم میکردن، مخصوصا این بعضی تنظیما بودن که او عیب نبود ریش کم کردن و کل کردن. این مردم بسیار عیب کلان میدانستن و ریش یک نوع عیست و افتخار بود. ولی امروز میبینیم که همی مردم میره آهسته آهسته به سبب گناه ما عادی شده. همی شکل پیغمبر علیه السلام میگه که دین آسان است. کلمه سختی رو سو که باز برای مردم آسان جلوه میده، میگه برو خیلی سخت است، قابل تطبیق نیست. وقتی قابل تطبیق نیست دیگه یک مخو نیستم کلگی است. در پشتو یک مطلع است وای ده گرد مرگ اختر وی. میگه همی مرگ دست جمعی عید میباشه، خودش میگه ده گرد مرگ اختر وی که کلگی میمارد تو هم اگه بموری مثل عید واره عادی سر تیر میشه. میگه الدین یسر، نبی علیه السلام میگه که دین یسر است. ولا یشاد الدین، هیچ کس تشدد و سختی در دین نمیکنه، احد هیچ کس الا غلبه، مگر که دین سرش غلبه میکنه. هر کسی که سختی کرد در دین مغلوب میشه. همین سختگیرا، همین کسی که سختی میکنه، اصل دین آسان است، کل دین آسان است، نمازش آسان است، جهادش آسان است، دعوتش آسان است، اعلای کلمات الله آسان است، طلب علم آسان است، امی تمام احکام دینی را که در مجموع شما اقامه نظام اسلامی آسان است، یک چیزی هم سخت نیست. او حالی که مردم بگی که اقامه نظام اسلامی بدر بسیار سخت است، تو دهی بی 52 امریکا تو نظام اسلامی را تطبیق میگین در جهان، بسیار آسان است، این سخت نیست. مونتا ایم علی بیبی نماز سر شما که نماز خوان دائمی هستیم سختی نمیکنن. یک آدم که بگی والا میگه بسیار سخت است، میگه استاد ما کل نمازا رو میخونم، خب نماز صبح و شام سرم، صبح و خفتن سرم بسیار سخت است، به سبب گناه هاست بر ما سخت شده است. بس ورنه الله میگه که و انها لکبیره الا علی الخاشعين، کسی که از الله میترسه هیچ نوع سختی برش وجود نداره. از خاطر میگه الدین یسر، نبی علیه السلام میفرمایه که دین آسان است. ولا یشاد احد، تشدد نکده سختی در دین نکده هیچ کس مگر که مغلوب شده است.
همین انسانایی که تشدد میکنن مغلوب میشن. اون یارای ما شما هم تشدد کردن مغلوب شدن و هر کسی دیگه که تشدد کنه مغلوب میشه. تشدد سبب مغلوبیت است، یادتان باشه. مردمایی که تشدد کردن عمل دیم، تاریخ افغانستان هم ما مردمای متشدد یک سلسله داشتیم، اینا ما مغلوب هستن، در حالی که مردمای مسلمان و نیکو هستن ولی به سبب تشددشان مغلوب شدن. امی رهبر اخوان المسلمین، رئیس جمهور مصر الله حفاظتش کنه، آدم صالح بود ولی در قضای سیاسی ای از مجرای آمد که باید تشدد نمیکرد، چون از راه دموکراسی آمده بود، از راه شمشیر نیامده بود. از راه شمشیر میامدی مثل حجاج ابن یوسف که در عراق آمد، گفت یا اهل العراق انتم اهل الشر والنفاق. اولین خطبه این بود، کل مردم ایران که چی، کل ما رو منافق گفت. از یک سر گفت یا اهل العراق بدون استثناء انتم اهل الشر والنفاق، شما شر هستید، منافق هستید. هیچ کس سر خود بالا کردن نتونست، چون از راه شمشیر آمده بود. هر کی از دم شمشیر آب خورد نوشش باد. دیگه او همه کار کرده، تو بدر از راه دموکراسی آمدی باز تشدد میکنی. الله حفاظتش کنه، آدم خیلی صالح آدم است. اینه در رئیس جمهور ها مثل از اور صالح رئیس جمهور، نه از افغانستان، نه از ایران، نه از عراق، نه از هیچ کش، نه از سعودی و از هیچ کشور، مثل از اور انسان صالح. در خانه کرایی میشش، در قصر خانواده خود نبرد، امو 3000 جنی تقریبا $600، کمتر از $600، $500 یک خانه را کرا کرده بود. به اونمو خانه زندگی میکرد، یک شقه اونا میگه آپارتمان عادی، یک آپارتمان عادی. در نماز شام و خفتن و جماعت با عموم مرد مسلمانان نماز میخوان، جمعه را عادی بدون تشریفات در نماز میرفت و بدون محافظ و بادیگار در شهر و کوچه میگشت. یک آدم صالح یعنی که در جمهور مثل از صالح انسان نبود، ولی از راه آمد دموکراسی آمده بود، باید از امو مجرای خودش تشدد نمی کنه، چون در دموکراسی تشدد کس نمیپذیره. کرد مغلوب شد بیچاره، اتونی که کار بد کرد، کار خوب کرد، کار دین کرده بود. من تو از راهی که آمده بود، ما از باب تجربه، از راهی که آمده بود مرار تطبیق، این بیچاره می کار نکرد. آل الله رب العزت حفاظتش کنه و الله رب العزت توان بر دشمن نتکیر اعدام کنه. به خاطری که اگر از راه خلافت اسلامی می آمدی، از راه نظام اسلامی، حکومت اسلامی می آمدی، از راه اسلام اگر می آمدی، اسلام با از راه دموکراسی نمیادتان باشه. امکان نداره که ما به طور مثال از راه شراب بگیرم سر شراب وضو کنم. دیگه اون نیست سر شراب وضو میکنم، شرط نیست سر شراب وضو نکن. به جای شراب میگه تو بخیر سر تیمم بزن، میگه بدیلش است. این ما از راههایی داریم که از کدام راه آدم سر نظام اسلامی برسه، در اسلامی تعریف شده است. ای از او راه نرفت، از راه که غربی ها ترسیم کرده بودن، از ای راه به اسلام حکومت آمد. وقتی که آمد بیچاره مغلوب قرار دادن. چرا؟ از او راه که آمد مثل اردوغان و از اون راه خودش تعقیب کو. اون اردوغان نسبت به مؤلفه هایی که از کدام راهی که آمد امر راه از او راه تعقیب میگن، نسبتا حکومتش از اقتصاد و سیاست و ایگاپاش نسبی خوب است. او هم 100% خوب نیست، کدام نظام اسلامی هم نساخته، کدام نظام اسلامی اردوغان نساخته، ولی موقفش در بعض موارد موقف اسلامی میگیره و نسبتا ملت خود جور نگاه کرده. نسبتا این کلی نسبی است، من مطلق حرف نمیزنم. از او خاطر الله متعال میگه که تشدد در هر موارد، این در تاریخ افغانستان ما بسیار متشددین داشتیم، میبینه که امروز مغلوب هستن، چون تعلیم اسلام بر مبنا بر تشدد نیست. تعلیم اسلام مبنا بر تشدد نیست. نه، الله پیغمبر علیه السلام میگه که یسیرو، امید دبی حدیث است راستی، یسیرو ولا تعسیرو، نه دی نه دیگه حدیث است، یسیرو آسانی بیاره ولا تعسیرو سختی نبیاره، سختی نبیاره. چرا؟ امی سختی خودش مردم فرار می. این امی حالی اگر بگیریم سر شما یک نوع سختی کنیم که لباس منظم می پوشه و کارهای منظم و ششتنتان منظم و با وضو می این بی وضو آمده نمیتانه، یک کمک سختی کنم، والا اگه مشکی ملا صاحب نمیشه که تازی. با آسانی بگی یک روز خودش به وضو برابر میشه. ولی معنا رو نداره که هر کار کردی ما بگیم که نه برو خوب میکنی، تو قمار هم میزنی، ما در مجلس تپالید بشینیم که ما بگی یک بندلام برات پرتم که کم نبی. این اونو جایی که شریعت انعطاف اجازه میده، بعض جای شریعت انعطاف اجازه میده که مثلا منعطف شو، انعطاف اون شریعت اجازه میده انعطاف کنه. یک سه نفر آمدن خانه نبی علیه الصلاۃ والسلام، نبی علیه الصلاۃ والسلام خانه نبود. عایشه رضی الله عنها از پشت چی صحبت میکرد، پرده و حجاب، پرسان کردن گفت یا ام المؤمنین، امی نبی علیه السلام چی نوع عبادت میکرد، برای ما بگو که ما هم کارا رو میکنیم. خب عایشه خب وظیفه‌اش بود و دعوتگر بود، وظیفه دعوتگر همی است که برای مردم حق بیان کنه. بیان کرد گفت نبی علیه السلام قدر نماز میخونه، قدر روزه میگیره، این یگان وقت میخوره، یگان وقت میگیره و اینطوری کلش بیان کرد. کانهم تقالوها، گویا که اینا کم شمردن. ای بابا ای چی است این عبادت؟ نبی علیه السلام خدا الله بخشیده، باید ما کم عبادت کنه. ما خب بسیار گناهکار هستیم، ما زیاد عبادت میکنیم.
ایره با عایشه گفت عایشه رضی الله عنها شنید گپشان به نبی علیه السلام حکایت کرد که یک سه نفر آمده بودن ما عبادت تو پرسان کردن، ما عبادت تو را برش تشریح کردم، زندگی خانوادگی و عبادت تو را تشریح کردم. وا گفتن که نه نبی علیه السلام خدا الله بخشیده که یک کم عبادت میکنه، ما باید زیاد عبادت کنیم که الله ما را هم ببخشه. ایره کم شمردن نه. ای که نبی علیه السلام آمد قصه را شنید، را سر منبر تشریف بردن، بلند شدن، حمد و ثنای الله را گفتن. بعد از او فرمودن که اما بعد، بعضی از شما کسانی هستند که آمدن چنین و چنان گفتن، این عبادت ها را کم شمردن. قسم به الله هست که من از همه ایتان که از الله زیاد میترسم و زیاد متقیام از شما هستم، اما هم میخورم هم خواب میکنم. او یکیش گفته بود که من هیچ خواب نمیکنم، کل شب عبادت میکنم. دیگهش گفته بود که من هیچ زن نمیگیرم، زن مزاحم عبادت من میشه، زن نمیگیرم. دیگهش گفته بود که من هیچ وقت روزه را نمیخورم، همیش روزه. نبی اسلام گفت من گاهی خواب میکنم، گاهی قسمت شب خواب میکنم، قسمت شب عبادت میکنم. هم زنها را به نکاح گرفتیم و هم روزه میگیرم و هم میخورم روزه نفلی را، یگانخ میخورم روزه نفلی را، یگانخ میگیرم روزه نفلی را. بس روزه است، یگان روزش میگیرم، یگان روزش میخورم، ولی روزی فرضی را خطبن و حکم الهی زخو دو انعطاف نیست. از او خاطر نبی علیه السلام میگه که یسیرو، آسانی کنه، شما سختی نکنه. سختی مغلوب میسازه انسان ها را. انسان هایی که تشدد کردن، سختی کردن، مغلوب شدن. حالا ما شما که زیاد مردم هایی را میبینیم سختی میکنن، مغلوب میشن. منتها یادتان باشه که مردم از این هم استفاده سو میکنن. ای قدر آسانی که در شراب یک نفر را ببینی من نکب، چرا میگه دین سختی نیست آسانی که نیه منار نداره. امر بالمعروف نهی المنکر بکو، در معروفات عادی الله متعال اجازه نمیده که دو سختی کنی. در معروفات عادی مثلا نوافل، به نوافل هیچ سختی نکن، دلک از خان دلک از نخان. قیام اللیل است بگوی قیام اللیل نیامدی بیدین استی و کافر استی و قیام اللیل اگه عبادت است، اگه شب آمد اگه نیامد عبادت نفلی است، واجبی نیست. ای موضوع در عبادت های نوافل است، در امورات نفلی، در امورات فرضی نیست. در نوافل عادی الله متعال جل جلاله اجازه نمیده که تشدد کنی. در نوافل فرضی، فرض الهی از فرض الهی انعطاف نمیپذیره. در احکام وجوبی بدت است، بدت یعنی قطعیت است. احکام وجوبی موضوعش قطعی است، هیچگاه انعطاف نمیپذیره. انعطاف است در موارد نفلی، در موارد حکم استحباب. در حکم استحباب مثلا دو حکم شرعی است، یک طرف شام است، دیگر طرف شام است، هر دوش احکام شرعی است. یک شام تشدد نمیپذیره. مثلا فقهای شریعت اسلامی مثال رفع الیدین و عدم رفع الیدین میتن، هر دوش حکم شرعی است. رفع الیدین هم سنت رسول الله است و ترک رفع الیدین هم سنت رسول الله است، هر دوش سنت نبی علیه السلام است. این حال تشدد به کار نیست که حالا رفع الیدین نکردی نماز خراب شد و فاسد شد و بدین شدی و خلاف سنت کار کردی، نه، چون هر دویش از اصحاب کبار ثابت است، هر دویش از عمل رسول الله ثابت است و بر دویش تا آخر عمر اصحاب عمل کردن. یکی در صحابه عمل کردن، رفع الیدین کردن، یکی در رفع الیدین نکردن. یک صحابه را ما متهم به جهل کردن میتونیم، این تشدد نکو. هر دویش پیغمبر علیه السلام کرده و به خاطر افضل و ترک افضل، بعضی اوقات رفع الیدین افضل است، بعضی اوقات ترکش افضل است. بعضی اوقات که میفهمیدی که مردم جنجال جور میشن، جاهل هستن، مفضی به جنگ و دعوا میشه، حد که حرمت مساجد میشه، او جایی که همین مستحب ترک و مستحب دیگه شه بگی، همین سنت ترک و سنت بدیل شه بگی. ولی بعضی اوقات رفع الیدین بهتر است، یک جایی که در کل قریه با رفع الیدین دشمنی میکنه مردم با کل قریه، اونجا باید آدم رفع الیدین کنه که احکام شریعت، احکام الهی در وجود زندگی انسان ها تطبیق شود. پس بعضی اوقات این بهتر با. مثلا موضوع آمین بالجهر هم سنت است، آمین به سر یا خفیه هم سنت است، هر دویش احکام الهی است، سنت نبی علیه السلام است، حکم شرعی است، هر دویش احکام شرعی است. ام آمین به زور نبی علیه السلام گفته، ام دل خود گفته، هر دویش در یک حدیث آمده که فخفض بها صوته و رفع بها صوته. بعضی دیگر روایت آمده که میگه قدر به زور آواز کردن که مسجد شور خورد، خود چون ستونا بود آواز بلند شور خورد، میگه زج المسجد، مسجد میگه شور خورد، اینقدر به زور صحابه آمین گفت. بعضی آمده که فاخفا خیلی خوفیه گفت نبی علیه السلام که فقط نفس شنید و خودش شنید آمین. اردوش سنت تشدد در یک شام نکو که الا آمین نگفتی نماز چنان شد و تو از مسجد ما برای که تو آمین نمیگی، او در مسجد الا مسجد ما که آمین گفت بکشین از مسجد بکشین. مقتدی ما بر ما گفتن همین بچه‌ای که آمین میگه و یا امو سالا علی حجاجالا حل شده و سالای اول
اینه که رفع الیدین میکنه یار از مسجد باید بکشی فتنه جور میشه. ما گفتم خیلی شما کار کنین. امی احادیثی که در بخاری آمده شما از بخاری امی احادیث بکشی من اینا رو از مسجد میکشم. توافق. بیا صلح میکنیم. موافقه میکنیم. شما امی احادیث از بخاری بکشین چون بخاری قبول داره که بعد از قرآن قابل اعتماد ترین کتاب است. شما از بخاری امی احادیث نفی کنین ما از مسجد هم شاگردای ما میکشم. یه دو گفتم یکی به دیگه خجالت زده که ولی خب بعد از گپ است. گفتم وقتی که در بخاری را قبول دارین، در بخاری همین حدیث است که نبی علیه السلام رفع الیدین کرده، در بخاری همین حدیث است که نبی علیه السلام آمین بالجهر گفته، و دمی کتاب آمده که نبی علیه السلام نکرده، یا دی یاد مثل ازی و مدا در حدیث صحیح دیگه من. پس هر دویش دین است، دین آسان است. در هیچ هر کسی که غلبه کنم مغلوب میشد، هر کسی که تشدد کنه مغلوب میشه. تشدد نکنید در امورات دین. این دین الله آسان روان کرده، سهلتون سمحا، خیلی آسان روان کرده دینه. ما دیروز با پنشیر مهمان بودم در بالای سر پنشیر. اونجا علما جمع شدن. خب طبعا یک جایی که آدم ملا را مهمان کنه باز دیگه ملا هم خبر میکنه ملا قریه و منطقه را. اما علما جمع شدن و مدرسه. اونجا ما همین موضوع ما میفهمیم که کدام موضوع اونجا بهتر است. همین موضوع تشدد را در پهلوی از اینکه موضوع تعصبات قومی و نژادی و گپا را مطرح کردم. با سر موضوع چی گپ زدم؟ علمای دینی زیاد آمده بودن. سر موضوع همین اعمال سنتی که در یک شام تشدد به کار نیست. امام شافعی رضی الله تعالی عنهم به قسم الله است که از کل علما امروز که بهتر بود. همین کل علما امروز که جمع کنی، عجم و عرب جمع کنی، افغانی و عرب جمع کنی، امام شافعی از یک بهتر بود. از نگاه علم، تقوا، مرتبات، همه چیز با سنت هم پابندتر بود از ما کرده. اتقى لله و اخشى لله هم بود از ما کرده. اینمی امام شافعی میره پشت در مسجد بغداد نماز میخوانه، در جامع بغداد نماز میخوانه. اوجا در پالوی مسجد امام بو حنیفه رحمت الله علیه دفن است. در بغداد بود، در کوفه بود، نمیفهمم بو حنیفه در کوفه دفن است نه؟ در کوفه، در جامع کوفه نماز میخوانه. پالوی مسجد قبر امام بو حنیفه رحمت الله علیه بود. قنوت که امام سنت میدانه، امام شافعی قنوت صبح سنت میدانه که در نماز صبح مثل که ما شما در وتر قنوت میخوانیم، امام شافعی در نماز صبح هم قنوت میخوانه. اما قنوت خود ترک میکنه، پرسانش میکنه، وی با تواتر ثابت از بیخی پرسان میکنه که مگر تغییر کرده نظر مذهبت؟ گفت نه، مذهب مونمو است که سنت میدانه. گفت خیلی چرا نکدی؟ گفت احتراما لصاحب القبر، گفت بخاطر احترامی صاحب قبر امام احترام ابو حنیفه ما این کار کردم. چون امام ابو حنیفه سنت نمیدانست، ما به احترام ازی گفت اینمی نظر ازی را گفت پذیرفتم. بمیجا ما تشدد میکنیم از خاطر ما ملت ما. در دیگه شما بریم مثلا در مصر، آلو خیلی در اختلاف سیاسی آمد در امی مصر، در سعودی، در کشورهای اسلامی که ما خودم دیدیم، مصر، سعودی، سودان، امارات متحده عربی، خواهیم این کشورها به یادم است. شما بره در مساجدش، در دیگه مساجد خاص است، خواهیم کشورها را برتان بگیم، اوجا حنفی، شافی، مالکی استاد میشن، امام استاد میشه، کس میگه آمین، کس در دل خود آمین، کس رفع الیدین، کس رفع الیدین نمیگه، کس دست باز میخوانه، کس دست بسته. هیچ نوع جنگ تابالی سر ازی گپ نشده، هیچ نوع دعوایی نشده. یک بار دعوا شد سر مسجد، سر 20 رکعت و 8 رکعت در وقت امام حسن البنا شهید رحمه الله. وقتی ازو که گپ شد، امام حسن البنا آمدن مردم برش گفتن که حالا جنگ شد سر مسجد. گفت سر چی؟ گفت سر تراویح که 8 یا 20 بخونیم. گفت هیچ تراویح نخونین، هیچ تراویح، به خاطر اینکه تراویح مستحب و سنت است و اتفاق امت فرض و حد که حرمت گناه کبیره، حد که حرمت مساجد شده، حد که حرمت انسان ها شده، نخونین. گفت مصر هیچ حنفی نداره، این مصر حنفی بسیار کم است، بسیار ندرت داره، ولی قانون رسمیش حنفی است، شکایت نمیکنه مردم. قانون چیش؟ احوال شخصیش حنفی است. سعودی احوال شخصیش حنفی است، مذهبش حنبلی، مذهب رسمی در سعودی قرآن و سنت هم حنبلی است، فقه حنبلی را میگیرن، و احوال شخصیش حنفی است به خاطر اینکه احناف غنی هستند. ایتونه که ما حنفی هستم؟ نه، ما بسیار اوقات از مذهب احناف در بسیار موارد ترک کردیم، بسیار موارد ما از مذهب حنفی برآمدیم. دیدیم که اینمی حنفی ها ضعیف به نظر ما معلوم شدن، او جا سند صحیح بود، ما سند صحیح را گرفتیم، مذهب حنفی را اعلام کردیم، ولی نتونستیم که از مذهب برایم، از مذهب برآمدن نتونستیم. چرا؟ به خاطری که قضایایی که پیش میشه بغیر از احناف 900 سال حکومت کردن، هیچ مذهب حکومت نکرده، هیچ مذهب من حیث مذهب حکومت نکرده، احناف مذهبشان 900 سال حکومت کرده. در 900 سال بسیار از قضایایی بوده که برای ازیا پیش آمده و اید مذهب پاس شده است، به عنوان یک حکم از احکام استنباطی قرار گرفته است، و دیگه مذاهب حکومت نکرده، شوافی حکومت نکرده، موالک حکومت نکرده، حنابله حکومت نکرده، اهل زوائر حکومت نکرده،
حکومت که کرده از نگاه فقها تنها حنفی ها حکومت کرده و این از خاطر فقه از یا غنی تر است نسبت به فقه دیگر و دی فقه هم غلطی موجود است. تو نیر که این فقه بیخی نص قرآن باشه نه دمی فقه هم یک سلسله غلطی ها موجود است. منطقه او غلطی قابل اصلاح است، او غلطی بدیل داره، برو بدیلش، رای بدیلش بگی. از او خاطر اما تشدد کردن اینایی که به خاطر حنفیت تشدد میکنه اینا هم جاهلان هستن که به خاطر حنفیت تشدد میکنه یا هم جاهل هستن یا هم خلاف شریعت کار میکنن که تنها معیار حق را مذهب حنفیت میدانه. این اشتباه است. مذهب احناف معیار حق تنها نیست، حق پدیده است که الله و رسول را تعریف میکنه. هر کس به او متعلق بود، هر کس به او وابسته بود، اونمو حق است، چون حق یک پدیده واحد است تجزیه ناپذیر که الله و رسول را تعریف کرده. هر کسی که به اون نسبتش داده شد اونمو حق است. ولی امروز میان تشدد میکنن، این هر دو طرف جهالت است. هم این طرف افراط میکنن، هم اون طرف تفریط میکنن. اون طرف از یک اکثر فقه و فقها و شریعت و استنباط و احکام و اجتهاد همه را رد میکنن. اجتهاد امام شافعی و ابو حنیفه رد میکنه، خاص ابن عثیمین هم میپذیره. من یک بار به می بزرگ از یا گفتم که استاد اکثرتان میشه، قسم به الله شاید بعض شاگردان این مجلس هم ششته باشن از جمله، شاید نمیفهم در خانه چی بودیم، خانه بریالایشان اغلب در خانه از اینا بودیم یا در خانه شعیب بودیم، یادم رفتن. ما به یکی از بزرگا گفتم تو امام شافعی و ابو حنیفه را سر من میمونی که رد کنم، خودت از ابن عثیمین و از چی پیروی میکنی، از ابن باز پیروی میکنی، عجیب، از البانی پیروی. ما البانی را بگیرم و ابو حنیفه و مالک و شافعی را اله بتم. ای خو انسان ای تو نگو، بگو ابو حنیفه را بگی مالک و شافعی هم. یک عالم یک کتاب نوشته که خیلی مرا خوشم آمد، ربحت الصحابه ولم اخسر آل البيت. این کتاب مرا بسیار خوشم آمد که کتاب خوانم. گفت صحابه را گرفتم، خود اهل بیت هم از دست ندادم. آلی اونا میفهمیدن معیار حق را وات تشخیص میکردن. همین عالم من کتابش خوشم آمد، من کتاب ازیرا خواندم، دیدم که واقعا چی است. انسان نباید به خاطر یک چی خوبی دیگه خوبی ها را از دست بده که به یک خوبی نه، هر دو خوبی را بگی، هم ناصر البانی رحمه الله را بگی، هم ابن باز را بگی، هم شافی و مالک را بگی. چرا بین از یا تناقض وجود نداره؟ هیچ تضاد میانه از وجود نداره، کلشان از یک تاخچه. منتها این اجتهاد به الفاظ عصر خود نقل کرده و اجتهاد به الفاظ عصر خود. تو میتونی میان دو خوبی ها احد الحسنین جمع کنی، میان دو دانه نیکویی ها با هم جمع میشه، تضاد میان از یا تباین وجود نداره. چیزی که شافی گفته امور از ناصر البانی میگه، چیزی که امام بانیفه گفته امور ابن باز میگه، منتها او به الفاظ خود و به الفاظ خود میگه. اگه او قسمی باشه شما فکر کنید کل مفسرین بیشتر از شاید 100,000 تفسیر در جهان اسلام باشه، 100,000 تفسیر. اینو مفسر بگی او رو اله بده، نه، تفاسیر از او از یک زاویه تشریح کرده، او از زاویه نحوی تشریح کرده، او از زاویه فقهی، او از زاویه سیاسی تشریح کرده، او از زاویه اجتماعی تشریح کرده، او از زاویه اخلاقی تشریح کرده. همین یک آیت است، از زوایای مختلف تشریح شده، همین شکل سایر احکام فقه شریعت اسلامی از زوایای مختلف تشریح شده. اینجا تشدد میکنن مردم، ای هر دو طرف خلاف شریعت کار میکنن. این تشدد کردن خلاف شریعت است. شریعت حکمش صریح است که ولن یشاد احد الا غلبه، هیچ کس تشدد نمیکنه، ولن یشاد دین احد الا غلبه، تشدد در دین نکرده، هیچ کس شدت در دین نگرفت هیچ کس مگر که سرش غلبه کرد. فصدیدو، شما تلاش کنید. در صدید اصلا حق جویی را میگه، حق پرستی، حق جویی را میگه. فصدیدو، شما چی کنین؟ در طلب حق باشین، حق جویی کنین. سداد اصلا و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سديد اصلا حق را میگه. فصدیدو، پس استقامت در حق داشته باشه. در راه حق باز انعطاف نیست که یک کس بگه که ما وقتی که تو جور میم که نماز اله بتی، باز بگه که بیام یک وقت نماز برات معاف میکنم که تو که نه. فصدیدو، سداد داشته باشه. سداد یعنی اتباع حق، پشت سر حق بگردی، حق جوی باشین و قاربو، به خدا تقرب هم حاصل کنین، چین تقرب به سبب نوافل حاصل میشنی. ولی زاری تقرب ایلی عبدی بالنوافل، به سبب نوافل انسان به الله نزدیک میشه. و بشیرو، و مردم مجده داده برین، به سبب مجده مردم میشه، به سبب نفرت نمیشه، به سبب نفرت. اگه ما بگویم که کل تان از یک سر فاسق، از یک سر فاجر، از یک سر بعد، از یک سر فلان 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 بگویم، یک دو سه تا تان بگه خیر نفسای ما را تکر داد و پروانه میکنه، یک ده دوازه تا و دیگاهی میگه که ولی احمق است، ما را چی، ما فاسق هستم، چی ملا صاحب از ما کده، چی خوب است.
دمی نظام تو هم هستیم، ما هم هستیم. اگر نظام گناه باشه، هر دوی ما زیر یک چتر نظام هستیم. اگر موضوع ریش باشه، تو هم ریش داری، ما هم ریش دارم. اگر موضوع باشه ماشه، تو هم از بانکای سودی میخوری، ما هم از بانکای سودی. پس تو چی فضیلت داری ملا صاحب که تو مرا میگی فاسق و فاجر؟ تو نیستی خودت. لذا این تکرار واقع میشه. پیغمبر اصلا میگه واب شروع، بشارت بدین، مژده داده برین، به مژده یعنی برش بگو که تو آدم خوبتر هستی. و اصول تربیت عمومی است. یعنی من کلان آدم هستم، از تقریبا از نیمتان که بیشتر عمرم زیاد است، از این نیم شما جوانایی که از ما که عمرم زیاد است، از نیم چی نه، از ما غیر از این شش هفت نفر که یا هم عمر ما از ما که کلان باشن، دیگر کلتان از ما که یا خرد هستین یا هم عمر ما هستین. ولی ما امیال تو مرا تشویق و خوش میشم که اینم قدر ملایی و درس و بگیر نما بگویی که والا استاد خیر ببینه، بسیار از درس لذت بردم، نه به نفسم تشویق میشه، هفته آینده دیگه هم آمادگی میگیرم، استاد جان خیر ببینه، امروز بسیار خوب درس گفتی. اینه می سر نفس انسان تاثیر، نفس آدمی تو از این چیزا لذت میبره، شوق نفس آدمی است. پیغمبر اسلام میگه غذای نفسی جان بده، خیر کمش، بشارت بده. بشارت سبب چی؟ تشویق انسان میشه. تو مرا بشارت بده والا ما بسیار زیاد از درس ملاصب امروز استفاده کردم، این بسیار خوب، خیر ببینی که استفاده کردی، هفته آینده دیگه هم کوشش میکنم. و ابوی ملاصب گلا ما چم بگیم خفه نشی، بگیم ما چم بگیم نگیم بگو خیره، والا ما چم بگیم خوب بگو دیگه، والا ملاصب درس امروز مصدار نبود، خیلی ما رو خسته ساخت، نمیفهمم که ما خراب بودیم یا تو. اول خود میگم که تو نه، تو خودت خراب بودی. و دوجدان پسان میگم که خیلی چی فایده دیگه، اینقدر زحمتام بکش، برو هفته آینده برو یک کار خیر دیگه کن، این خیر دیگه خیره. خب فساد دیدو صداد داشته باشین، حق طلبی داشته باشین، ثبات در راه دین داشته باشین، مژده بتین راه حق را که بین افراد و تفرید است، ایره انتخاب کن، نه افراد نه تفرید را، حق جویی داشته و قارب و به خدا نزدیک هم شوین، به الله رب العزت قربت هم حاصل کنین و به شروع مژده هم بتین مرد واستعینو. خب این کارا که شد، این کارا کلش کارهای اجتماعی و بیرونی و ایناست، بالمقابلش واستعینوا بالغدوة والروحة، از مردم مدد بخواید با صبحگاه و شامگاه، از الله مدد بخواید با صبحگاه و شامگاه. این دو معنا داره، یکی از الله رب العزت مدد بخواید، استعانت از الله بخواید، صبحگاه و شامگاه و شیء من الدلجت و چیزی از تاریکی های شب. یکی دو معنای نصرت و پیروزی های چی را میتن، نصرت و پیروزی های جهاد هم. جهاد در جریان روز جهاد شروع نکو، وقتی که میخوایی که جهاد شروع کنی سبنگام حمله کن. ما وقتی که میگه بایشی داخل شدیم با سبنگام قوم، باز بدترین صبح از برای ازو، این سبنگام شما حمله کنین اگر سر دشمن حمله میکرد، یا شامگاه و یا در چه تاریکی، ای بسیار راحت. اگر در چاشت روز کنی خب پشمرده مانده از جهاد هم لذت نمیبری، گرمات رو تکلیف میکنه، جهاد هم کرده نمیتونه، رای فرار رو میگیری. یک معنایش، یک معنایی است که سبنگام ذکر الله را کنین، مدد بخواین، در پالوی ازی که امر بالمعروف از منکر کردین استعانت و مدد آمد الله رب العزت بجوید، صبحگام شامگاه و چیزی در تاریکی ها، این عبادت در جریان روز دیگه امر بالمعروف نهی از منکر کارا را کو، عبادت های نفلی که بین تو بین الله رب العزت است، او را صبحگاه و شامگاه و چیزی در تاریکی های شب، یعنی وقت قریبی قبولی دعا، وقت تقرب الی الله بیشترین وقت آمادگی شمی. صبحگاه ما آدم فارغ و آرام می باشه، شام هم آدم از این دنیا خود خلاص میکنه، می تاریکی های شام که میشه انسان بیکار میشه از مشغله دنیا، و در تاریکی نیمه شب یا ثلث اخیر شب یا نصف منتصف لیل شب، اینی تاریکی هایش، این وقت هایی که انسان میتونه خوب به الله خلوت کنه، به الله رب العزت خوب نزدیک شوه. از او خاطر میگه که شما از این وقت استعانت و مدد بجوید. اگر میخواستی که نوافل اجرا کنی، میخواستی که زیاد به الله رب العزت نزدیک شوید، صبحگام و شامگاه و شی از چیزی از تاریکی های شب، از این وقت کمک بخوای که وقت پرفیض است، یعنی وقت پرفیض است که این وقت خیلی ما را کمک میکنه. راستی هم آدم که میخواد خودسازی کنه، تزکیه کنه، تصفیه کنه، خود را درست بسازه، باید این قسم کار کنه، صبح شام و نیمه اخیر شب، دلجه همون تاریکی نیمه اخیر شب میگه، دو انسان خدا به الله رب العزت تنها بسازه، باید لذتش میبینه. در جریان روز خود آدم مشغله دنیا است و غالمغال است، این آدم نمیتونه که حضور خدا برابر کنه، ولی در این وقت انسان حضور خدا برابر میکنه. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أنا العبد الذي كسب الذنوبا
صدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا